اینا مأموریت دارن که ایران رو به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. فرزند استالین، کوتاه‌تر از او خونخواره زمان، همکاسه همسبو، شمشیر در کفش سر می‌برد به کین، این جانی زمان در شام آخرین. آثار این جنون هر سوی جاری است، در کوچه پرکشان تصویر اشک و خون. کوتوله حقیر آواره می کند یک ملت بزرگ، صد پاره می کند. روزی که دور نیست، چنگیز روزگار در حفره زمین اوکراین سرفراز، معنای اعتبار. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه هفتم ماه مارس، 16 اسفند. 14 روز دیگه به نوروز مانده. نوروز که امسال واقعا آدم پیش خودش فکر میکنه مردم اوکراین یک باره در عرض چند روز همه چیشون رو از دست دادن. این هیتلر و استالین وحشی یک حالت کینه‌ای به اوکراین داره که فقط میزنه میکشه و خونه ها رو ویران میکنه. خیلی دردناکه. این مرد نادان، این وحشی خونخوار، وقت من گاهی اوقات میام تو کلاب هاست، یکی میاد ازش حمایت میکنه. درسته آمریکا گند زده، ولی جنایت روسیه رو که نمیتونیم انکار کنیم. همون روزای اول ملت بزرگ ما در کنار ملت‌های جهان، ملت‌های آزاده، فریاد مرگ بر پوتین سر دادن. زمانی که سید علی آقا قربون صدقش می‌رفت، آقای رئیسی جلوش کرنش می‌کرد. واقعا شرم بر شمایان باد که به ناحق حکومت رو در دست دادید و این گونه با مردم ما رفتار می‌کنید. بریم یه بار دیگه اون تظاهرات رو در سر تا سر جهان در سومین روز حمله روسیه به اوکراین ببینید. Thank you.
دقیقا اگر دقت بکنی روسیه برجام دو رو این یه برگه برنده برای خودش در دست گرفته و دو کلیپ براتون پخش میکنم ببینید این رژیم جنایتکار دشمن ملت‌ها و دشمن ملت ایران دو قرنه داره علیه ما استقلالمون تمامیت ارضیمون داره توطئه میکنه. اول بریم حرفای آقای ظریف رو بشنوید که شنیدید ولی مناسبت رو در نظر بگیرید. ببینید ظریف چه میگوید. هر حال نتنز برای بوشهر ساخته شده. خب ما هم گفتیم وقتی آمریکا با آمریکایی‌ها توافق کردیم که غنی‌سازی برای مصرف گفتیم خب میگیم بوشه. روسیه اولین ضربه ای که زد به مذاکرات برجام این بود که گفت من بوشهر رو مادام العمر میدم. ما گفتیم در مذاکره که خب بوشهر رو روسا لطف میکنن مادام العمر میدن، اما ما نمیخوایم همیشه متکیه به خارج باشیم. روسیه اومد ضربه دوم رو به ما زد و گفت من هیچ وقت اجازه نمیدم شما از سوخت خودتون برای بوشهر استفاده کنید، لایسنس نمیدم به سوختتون. طبق قرارداد بوشهر این اجازه رو دارن؟ 10 سال، نه همیشه. در هفته های آخر که دیدن برجام داره به نتیجه میرسه شروع کردن پیشنهادهای جدید دادن. در هفته های آخر این برجامی که آقای توکلی میگه من نخوندم، ما دیدیم ما با آمریکایی‌ها در مورد همین این مکانیزم بازگشت که اونا بهش میگن به غلط اسنپ بک و ما هم باور میکنیم، ما با اینا به یک عباراتی رسیده بودیم. آقای کری اومد و به همکاران من یک عبارت جدیدی رو نشون داد راجع به اسنپ بک، راجع به بازگشت. ما با یک متنی رسیده بودیم، آقای یا هیئت آمریکایی یه متنی رو دادن به همکاران من، گفتن این متن رو روسیه و فرانسه توافق کردن، ما باهاش موافقیم. خب همکاران من بنزه من سابقه سازمان مللی نداشتن، دیده بودن متن بدی نیست، آوردن واسه من. من متن رو نگاه کردم بهشون گفتم این خطرناکترین متن ممکنه. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بر اساس این متن ما هر 6 ماه یه بار باید بریم از شورای امنیت مجوز بگیریم، رأی بگیریم که برجام ادامه داشته باشه. یعنی روسیه پیشنهاد کرده، پیشنهاد روسیه و فرانسه. روسیه این متن رو آورد آمریکا، آمریکا هم از خدا خواسته. یعنی ما هر 6 ماه یه بتونم بپذیریم. لاوروف گفتش که خب پس تو که دستورالعمل نداری، پس ما بریم تا تو بری دستور عمل تو بگیری. گفتم به تو هیچ ربطی نداره با همین لحن، یعنی یک لحن بسیار بی‌ادبانه، غیر دیپلماتیک، خیلی غیر. من آخه با لاوروف از سال 1994 رفیقی، بهش گفتم یعنی یک عبارت بی‌ادبی هم به کار بردم، فقط نان آف یور بیزنس که به تو ربطی نداره به کار، یو باسترد هم اضافه کردی، نه یه چیزی بین بیزنس و نان آف یور اضافه کردم که هم حدودا بود ولی بله. خب اصلا قابل ذکر نیست اگه تو آمریکا، حداقل از طرف جناب علی، بله من میتونم نه شما ممید. بله خلاصه حالا میبینید چرا آقای ظریف ناگهان بعد از 30 سال خدمت به سید علی آقا کنار گذاشته میشه، چون نوکران روس دوست ندارن همچی حرفایی رو بشنون. باور کنید، باور کنید، هیئت حاکمه ایران نوکران روسیان. آقای ولایتی سرنوکر، حداد عادل دستیار سرنوکر و الباقی هم همینطور. آقا مشتبه هم که امامزاده روسیه دخیل بسته که رهبر بشه. خود سید علی آقا هم در چرتهای بعد از ظهر و جلسات کوکنار رویای هم پیوستن و یگانگی با روسیه رو میبینه. سردار کاظمی رو خیلیاتون میشناسید، یکی از فداکارترین افسران سپاه بود، در طول جنگ با تمام وجود در دفاع از خانه پدری جنگی بلند شد، با حسن تهرانی مقدم پدر موشک ایران رفتن روسیه. نگاه کنید بعد براتون توضیح. 3 سال پیش و 4 سال پیش، 3 سال پیش، من رفتم روسیه
آقای مقدم بعد سه روز ما رو بردن توی هتل اصلا سراغ ما رو نمیدن هیچ از فرودگاه ما رو تشریفات ماشین چنانی گذاشتند و با جبرون ما رو بردن سه روز اصلا یک نوع یه تلفنی یه آدم گذاشته بودن اونجا با ما سکشه اصلا نه شما اصلا نباید اصلا شما باید سیش دار کیه از پاکستان کجا بگید داد و فریاد و مسخره شما نیستیم که میدونید آقای کاظمی چه میگه؟ میگه با تهران مقدم رفتیم روسیه، ما رو کردم توی هتل سه روز، نه کسی گفت حسن آقا گاوت به چنده، نه کسی اومد با ما حرف بزنه. روز آخر گفتیم آقا ما اومدیم شما نقشه ساختن موشکای زمین به زمین و زمین به هوا رو دو مورد سه مورد به ما بدید. گفتن نه باشه، بعد بیانم ما بخریم. سرنوشت چه شد؟ آقای تهرانی مقدم پدر موشک ایران، او و سورنا ستاری واقعا خدمت کردن در ساخت موشک و پهپاد. گفت که رفتیم احمد کاظمی به تیر غیب هواپیماش دوچار شد و در رضایی سرنگون و در جا کشته شد با تنی دیگر از سپاه که عاشقان دوستش داشتن، دل بسته به او بودن چون شجاعت و میهن پرستیشو آزموده. آقای کاظمی اینجوری شد آقای مقدم در یک انفجار عجیب غریب و مرموز تکه تکه شد، حتی از جسد دستقیب هم تکه تکه تر شد. و این این روسان خوب دقت کنید، خیانتی که روسها به تمام ایرانیایی که به وطنشون عشق بودن چه کردن با قدساده؟ قدساده کنسولگریشون بس بیرونشون کرد، تا پای کشتنش نشستن، تا پای کشتنش. و حزب توده اعتراف هم کرد که بله ما بودیم رفتیم، به هر حال اونجا آدم هم وردست ریشهری داشتن. خمینی میگفت نه قدساده رو نکشین، ریشهری رفت با اتفاقا او رو باید بکشید تا مردم بدونن شما تبعیض نمیذارید. 20 دفعه رفت احمد آقا گفت نکن، بالاخره ریشهری برای اینکه نوکریش هم به روسیه ثابت بکنه این کارو کرد. خب این مردک ریشهری چرا باید توف و لعن نشه؟ مثلث بیغ از کجا اومد؟ براتون نوشتم، یزدی و بنی صدر هر سه با قدساده دشمن روسیه. مهندس بازرگان همینطور، چیکار کردن باهاش؟ پیر مرد و توی مجلس خلخالی لنگ کفش براش پرتاب کرد. اینا فقط به خاطر روسیه. هیچگاه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، قبل از اون رژیم تزاری و بعد از اونم این آقا شمشک استالین بی سیبیل کوتاه‌تر که تو شعرم گفته بودم، خیانت به ملت ایران رو ادامه داره. شما فقط در نظر بگیرید 9 روز این مردک داره از آسمان و زمین اوکراین رو میکوبه. 1.7 میلیون نفر آواره شدن، پیشبینی میشه تا 5 میلیون نفر آواره بشن. بریم نگاهی بکنیم به اوکراین زیبا که آقای پوتین چی کار کرده باهاش. Ну, для обзора наших людей, чтобы понимали ситуацию. Это вот одна из колонн возле Николаева. Вот, вот то, что осталось от наших братьев, которые, которые пришли нас спасать. Вот,
парни, тут колись, да, щоб під ногами нічого не рвануло. Вот, пушечки, и пушечки, я вам скажу, нацелені в сторону міста, не кудись. О, двигун, майже як новий. Будь ласка. Фикр кунит, ке ін вірані, ке Путін бе жа гудаште, іно баїд абад беші. Шома тасавур бекуні, че замані хахад рав. Бе насл маа шома не мирисе. Хамін кар روسیه در شهر حلب کرد. دوست من قسان که به زادگاهش رفته بود در حلب گفت علی رضا نمیدونی چه کردن در حلب، چه کردن در حلب، از خونه و بیمارستان رو ویران کردن تا باقی وحش رو، تا مسجدها رو، تا کلیساها رو. اون وقت اون بشار اسد خائن نوکری روس رو میکنه. اینجا اگر ترکیه دخالت نکرده بود ملت سوریه میبرد. دخالت ترکیه داعشی ها رو ریخت اونجا. تمام داعشی ها از مرزهای ترکیه وارد سوریه شدن. و نگاه کنید این کشور رو، این کشور زیبا، 2500 ایرانی اونجا زندگی میکردن، 1600 تاشون دانشجو بودن، رشته دکترا. ما یک شهیدم دادیم در دفاع از ملت اوکراین. درود به روانش و تسلیت به خانوادش. من واقعا متاسف میشم که بعضیا میان. یه روز یکی از همکاران ما چند روز پیش اومده بود، بله آمریکا محکوم، آمریکا بدتری رفتار رو داشته، آمریکا با ملت اوکراین یک دل نبود. آدم گاهی اوقات میبینه احمدی نژاد در میان همه چرند و پرندایی که میگه گاهی اوقات حرفای درستی میزنه. شما نگاه کنید الان آقای لاوروف میگه که در مورد برجام کلید دست ماست، ما ایم که مسئله برجام رو میتونیم حل کنیم. و رژیم هم که چارچنگولی مونده که آقا چه بکنه. بلکه رژیم بدبخت، مفلوکه، رژیم مفلوکه واقعا. آقای پوتین میگه من برای آوارگان گذرگاه تخلیه درست کردم که برم بلاروس. بلاروسی که دستش توی دست پوتین. این واقعا دردناک. یک چیز جالب براتون بگم، سفیر روسیه در تهران از مردم خواست رادیو فردا رو گوش ندن. خیلی جالبه ها. این سفیر دیروز در سفارت جمهوری آذربایجان در 30 سال روز به رسمیت شناختن آذربایجان توسط ایران مهمونی داده بودن. سفرهای دیگه هم البته همه کشورها نیومدن، یه عده محدودی از همین نوکرا یا اونایی که از روسیه خجالت میکشن. سفیر سوریه البته بود و سفیر قلابی یمن هم بود. و جالب اینه که اونجا شروع کرد سخنرانی کردن که بله این رادیو فردا این کانال های اپوزیسیون رو در خارج گوش نکنید، اینها حقیقت رو نمیگن، اینا دارن دروغ میگن، اصلا گوش ندید. روزنامه جمهوری اسلامی امروز در گزارش نوشت درخواست روسیه عملا میتواند مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی وین شود و گروگان گرفته برجام. باریکلا جمهوری اسلامی و اطلاعات، این دو واقعا اولا اون مقاله که من گفتم آقای رفیع نوشته، آقای علی میرمطهری نوشته. حالا نمیدونم با اون رفیق نازنین ما که رفت چقدر برنامه‌اش جالب بود، دوستت دارم ها، و نمیدونم با اون نسبتی داره یا نه، ولی به هر حال مقالهش درجه یک بود. حمله سفیر روسیه به رادیو فردا، دولت روسیه نیز فشارهای خود را علیه اروپای آزاد، رادیو اروپای آزاد زیاد کرده که به زبان روسی برنامه داره. قبلا هم براتون گفتم سایتش رو بستن و فشار وحشتناک روش وارد کردن، به گونه که واقعا آدم وقتی نگاه میکنه اولا میگه درود بر رادیو فردا، آفرین آفرین که به هر حال موفق شدید همه جا حضور داشتید. نخست وزیر بریتانیا به شدت به پوتین و روسیه حمله کرد.
اعتقاد من موضع درستی گرفت این آقای جانسون که من هیچ وقت بهش اعتقاد نداشتم، در این مورد، در این مورد موضع بسیار درستی گرفت و من امیدوارم جهان همینطور باشه. امروز مصاحبه وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن و وزیر خارجه پولند لهستان رو دیدیم و آمریکایی‌ها خیلی قرص البته گفتن که ما آسمان ممنوعه ایجاد نمی کنیم، چون اگه باشه ما باید به روسیه حمله کنیم و ما نمی خواهیم به روسیه حمله بکنیم. حالا بذارید یه دقیقه از این فضای جنگ و روسیه بیارمتون بیرون. روزی که داریوش جان مهرجویی فیلم الماس 33 رو ساخت، ما خوشحال بودیم که یک فیلمساز تحصیل کرده در فیلمگاه UCLA بود، در یکی از بهترین دانشگاه آمریکا اومده و فیلم از نظر تکنیک 100 بار جلوتر از فیلم‌های اون وقت. مهرجویی ادامه داد، مهرجویی گاو رو ساخت، مهرجویی فیلم‌هایی ساخت که ماندنی شد در ذهن ما، در دل ما. هیچ وقت یادم نمیده که تمام فیلماش، همین اجاره نشین ها که بعد از انقلاب ساخت، اینا فیلم هاییست که باستاب اجتماعی وسیع دارد. حالا مهرجویی اومد دیگه فیلم ساخت، فیلم آخرش، وزارت ارشاد میاد برای اکران نوروز به صاحبان سینماها و گروه، الان گروه های سینمایی هن. مثلا یه مجموعه 10 سینما داره، مجموعه دیگر 8 داره و معمولا از قدیم هم بود دیگه. آقای مشتهدی مثلا یه مجموعه داشت، فیلم های نوروزی فروش میکرد، چون مردم که الان هم که هیچ سرگرمی ند. ناگهان به مهرجویی گفتن که فیلم تو عید پخش نمیکن. این رفیق 80 ساله من آتش گرفت، آتش گرفته با این جرم و جنایتی که نسبت به اثر هنری او روا داشتن و فیلم جدیدش به گفته اونایی که دیدن فیلم درخشانی است. همینطور فیلم آخر کیمیایی که میگن اصلا متفاوته و کیمیایی دوباره متولد شده. بریم فریاد داریوش مهرجویی عزیز رو بشنویم. من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگید که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیارت در ایران رو از انداختون رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شب سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میبست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم 2-3 سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون. بعد شما بیاین جلو، کی هستی شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنی. شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به من حکم صادر میکنی. نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصن میکنم بیا بزنه ارشاد همراه با دستیارم، تا حقمو نگیرم ول نمی کنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین منو، این سینه من بزنین نابودم کنین، بکشین همه کارتون که هر کار میخوام بکنین، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم. شما ببینید چه کار میکنن با یه فیلمساز برجسته. سرشو داخته پایین، 2 سال یه بار، سال یه بار فیلم میسازه. مردم دوستش دارن، مردم فیلماشو دوست دارن.
لامینور چی داره که شما عید نمیخواید بیاد؟ شما نادانان. وقتی یه جانور، یه حیوان رو نشوندن به عنوان وزیر ارشاد و معاونش در امور سینمایی، گفت ای گاو مسلم، میگفت دیگه در به شیخ فضل‌الله نوری مشروعه مشروطه نمیشود. هنر شما این هنری نیست که مرجویی دل به اون بسته و دنبال اونه. شما دهنمکی رو میدید اکران ای، دهنمکی براتون عزیزه، دهنمکی ها و امثال اونا براتون عزیزه، آقای فیلمساز سازمان تبلیغات براتون عزیزه، مهجوی عزیز نیست براتون. مهجوی رو آزار میدید، صورتش رو دیدید. خدا شاهد من یه دفعه 50-60 سال 55 سال مثلا فکر کنید، از 15-16 سالگی سر صحنه فیلم برداریش میرفتم، دوستش داشتم و دارم، احترام بهش میگذارم. این فیلمساز برجسته وطن من، باید زجرش بدید، شب عید باید از دل و جانش اشک بریزه. میدونید چرا؟ برای اینکه مهرجویی همدلی کرده با مردم اوکراین، برای اینکه مهرجویی انسانه، برای اینکه مهرجویی آزاده است و صد درصد نمیخواد که همصدا با حکومت جهل و جور و فساد بشه. واقعا نگاه کنید، خودتون یه لحظه نگاه کنید، ببینید رژیم در چه نگاهی، در چه مشهد و معرضی با شما نشسته. رژیم همدل و یار حیوانات و گراسای طالبان. من تصویر سراج الدین حقانی رو بهتون نشون میدم، این آدم صدها انسان رو کشته. پلیس بین‌المللی دنبالشه، وقت ایالات متحده آمریکا افغانستان رو به دست او سپرد. خدایا چه بگویم. آقای تونی بلر بعد از این همه سال اومده گفته بله ممکنه در افغانستان و عراق ما خطایی کرده باشیم. در افغانستان خطا نکردی، در افغانستان به ملت افغانستان بعد 20 سال خیانت کردی. این تفاوت داره. در عراق جنایت کردی. نگاه کنید، عراق کمرش رو نمیتونه راست کنه، کشور ثروتمند، کشوری با اون همه نفت و درآمد و گاز، و نمیگذارید بلند بشه، نمیگذارید عیاد علاوی ها نخست وزیر بشن. مذاکرات پشت پرده پنهان ایرج مسجدی با مأمور CIA در بغداد. آقای ایرج مسجدی میگه بله اگر این آقای نوری المالکی رو بشه شغل بدین، ما تلاش میکنیم که در آمریکا، در عراق کشت و کشتار نشه و داعشی هم دیگه بالا نیاد، چون داعش پرورده دست خودشونه، داعش مال خودشونه. داعش از کجا اومد؟ داعش پرورده دست قاسم سلیمانیه، حسن کاظمی قمیه، حسن دانایی فره. اینا داعش رو عین لله گرفتن، سینه گذاشتن، دهن بزرگش کرد. نگاه کنید این حقانی رو، نگاه کنید این چهره زشت. راستی او که زیاد کچ مقتصب سر مخامخ کی گوی دیگه نا پی استفاده سر دست بله نگاش کنید. برای نخستین بار این تصویر منتشر شده. الهی این افسرا رو میبینم یاد اول انقلاب میفتم. این افسرها میمدن چارزانو رو زمین میشستن، خمینی وراجی میکرد، حرف میزد براشون. و چقدر این افسران ما چقدر زجر کشیدن. درود به همه تون میفرستم، همه اونایی که موندین. یه مقاله از تیمسار جعفری میخوندم، خیلی مقاله قشنگی، فکر کنم تو رهاورد چاپ کرده بود، بسیار مقاله قشنگی. راستی اینم بگم، دوستان خارج از کشور ما، نگذارید رهاوردم به سرنوشت ایرانشناسی دوچار بشه، نکنید. یه مجله رو حمایت کردن کار سنگینی نیست. حسن شهباز بنیانگذارش و بانوی نازنینش امروز این مجله رو بیرون.
تیمسار جعفری در اونجا نوشته که روزهای پایانی رژیم گذشته چه اتفاقاتی داشت میفتاد، چگونه شرایط به گونه ای شده بود که آقایون تیمسار قره‌باغی و فردوست و حاتم و امثال اینا به هر حال تلاش برای تسلیم ارتش. درنگ کوتاهی میکنیم. شکیلا بانو ترانه فوق العاده زیبایی مثل همه ترانه‌هاش خونده، تازه سه روز پیش هم منتشر شد. میشنویم شکیلا دوباره، بسیار زیبا مثل همه کارهای درخشان شکیلا. حضورتون عرض کنم این داستان این خانم جاسوس اسرائیلی داره ابعادش وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه. کاترین پرزشکدم، حالا تلفظ اسمش ممکنه خود تفاوت‌ها داشته باشه، ایشون از خارج شروع میکنه با دفتر سیدعلی به عنوان مشتاق تشیع، همون کاری که زن آقای محمدی گلپایگانی کرد، منتها اون انگلیسی بود، به دولت فخیمه وابسته بود، بعدم عاشق شد. خیلی جالب بود، این خانم در نیرو هوایی انگلیسی درس می‌خوند، این جناب آقای محمدی گلپایگانی هم نماینده امام در نیرو هوایی بودن. این خانم یک دل و صد دل عاشق محمدی گلپایگانی شد و مذهب تشیع عاشق. آقای محمدی گلپایگانی هم بدون اطلاع همسرش بچه های بزرگ رفی خانم باشه ازدواج کرد. اولین کاری که کرد به نماینده مقام معظم رهبری در لندن گفت یه خونه برای خانم بخر، برای که وقت ممکن مشکلی پیش بیاد. یه خونه در همسد خریدن و این خانم هر بار می اومد بچه هاشو اینجا زایمان میکرد، چهار تا بچه داره. و ما یه عروس انگلیسی پیدا کردیم، دولت فخیمه خیالش راحت که همه چی رو تا دستشویی مقام معظم رهبری تا رخت خوابشون همه چی رو میده. این دفعه این خانم اسرائیلی بسش متفاوت، ایشون خیلی زرنگتر بوده، خیلی زرنگتر، برای که فقط نرفته کاترین خانم که ازدواج متعه یعنی سیغه بکنه، دونه دونه با این آدمای سپاه رفته، باهاشون به هر حال ارتباط برقرار کرده، باهاشون همدل شده، برای آقای خامنه‌ای مقاله می نوشته به زبان فرانسه و انگلیسی در سایت آقای خامنه‌ای. تا زمانی که این افشاگری رو کرد در گفتگو با روزنامه تایمز اسرائیل، شما همه جای مقالات رو میخوندید علیه اسرائیل، عربستان، آمریکا، مرتب فحش میداد و چقدر مقام معظم رهبری خوشش میاد. این آقا شمشم سردار بزرگ سپاه که در کنار خانوم با هم نشستن، خانوم بر میداره میبره بله. و آقای نادر طالبزاده که قبلا در ماجرای کشتن آقای حکیم به دستور مقامات بالا دست داشت و گفتم بله اینو این به اصطلاح تروریستا در عراق کشتن، در واقع خودشون کشتن، حکیم راه استقلال پیش گرفته بود. الان ببینید رفتاری که با پسر برادرش دارن، پسر عبدالعزیز عمار. یه وقتی آقای خامنه‌ای به عمار میگفت عمارونا ابنی، ولی الان کجاست عمار؟ حالا کاری نداره. این آقای طالبزاده ایشون از عراق اومد و مقام گرفت و عزت دید و بر صدر نشست و در تلویزیون ظاهر شد صحبت می‌کنه. حالا این خانوم می‌بینه تارگت خوبی، برای اینکه از طریق اون می‌تونه به دیگران راه پیدا کنه. بعد از اینکه در دفتر مقام معظم رهبری میاد کردیت میگیره و در این حال در دفتر مقام معظم رهبری دستور میدن این خانم با شهامت و شجاعت فرانسوی که عاشق انقلاب و عاشق امام حسین و کربلاست، اینو هواشو داشته باشید و احتیاج به کاری داره بهش برسید. نادر خان
خب ببینه بد نیست، بالاخره آبی زیر پوست ما میکنه. ور میداره خانومو میبره در یک خونه اونجا داشتن، یه خانومی هم از همین صدیق سلطانا و آبجی خانوما اونجا اداره خونه رو میکرد. اینا دارن از اینا چند تا در خود پاریس که بودن. داستانی کسی برای من تعریف کرد از یه خانم ایرانی که غذای آقای خمینی رو درست میکرد، بهش اعتماد داشتن. احمد آقا گلیمانش رو گرفت، حالا کاری ندارم تا تفاصیلش بمانن، در شأن من نیست که راجع به اینا صحبت. اما این خانم رو میبرن، اون خانم لختش میکنه توی وان، دو دفعه آب میگیره و آب رد میکنه که مبادا این زیر پوستش مبادا زیر پوستش میکروفونی ضبطی چیزی اونجا باشه. بعدم به مبارکی و میمنت آقا داماد میرن، به کام دل میرسن و همونجا هم تلقتار هم میخونه تلقش. سه روز بعد برادر دیگری از سپاه میاد، از جمله دقت کنید، از برادرانی که خدمت ایشون میرسه و داماد میشه با ایشون، جناب آقای سردار قالیباف. سردار قالیباف میاد، دو سه تا از بچه های سپاه نامه مینویسن به حسین طائب، ولی فورا تو دهنشون میزنن، چون حسین طائب هم دلش گیر کرده بوده. خودش این خانم رو وهم داره میبره. و این خانم چه خدماتی برای اسرائیل کرده، این کاترین خانم که اسمش رو ثبت کردن، مثل اون بانویی که در جریان تعقیب فلسطینی هایی که در جریان مونیخ نقش داشتن، اون خانم هم در کشتن دوتاشون نقش اساسی. شما فکر کنید سیدعلی خامنه ای وقتی اینا رو میشنوه آیا نباید شرم بکنه؟ آیا نباید پیش خودش فکر کنه خدایا من چه حکومتی برپا کردم که اسرائیل 5000 جاسوس داره؟ اسرائیل تیم میفرسته درغزاباد، 60000 سند و سیدی رو ور میدارن، از راه زمینی میرن آذربایجان. آخه شرم‌آور، یعنی آدم فقط فکر کنه آقای خامنه‌ای در طول تاریخ ایران چنین خیانتی وجود نداشت. اون نوکرشون برای روسیه، اینا برای اسرائیل. مرگ بر اسرائیل، نابود باد اسرائیل. رو موشک می‌نویسید لامحاء اسرائیل من الوجود، برای پاک کردن اسرائیل از وجود، از کره زمین. و اون وقت این افتضاح آبروریزی رو میکنه. نادرخان دلال میشه. حالا تو هر کشور دیگه، حتی زنگبار و برکنافاسو، یه همچی افتضاحی میشد، طرف رو میگرفتن، آقای نادرخان رو محاکمه میکردن، اطلاعاتی که داده ارزیابی میکردن چیه، و اونای دیگه که با این خانم ارتباط داشتن. در خود همین سوریه، البته بشار رو رها کنید، در زمان پدرش حافظ الاسد، یک جاسوس اسرائیلی به نام ایلیکوان، البته ببخشید زمان حافظ اسد نبود، زمان قبل از حافظ اسد، بعضی ها هنوز به طور کامل در قدرت نبودند، امین الحافظ رئیس جمهوری بود. اسرائیل یک جاسوسش رو به نام ایلیکوان از راه آرژانتین به سوریا تماس برقرار کردن، و آقای ایلیکوهن به عنوان یک سوری که پدر بزرگش رفته اونجا اظهار علاقه کرد، حالا که بیزینس موفقه دلش میخواد بیاد تو سوریه سرمایه گذاری، و رفت. در مدت چندین ماه به بالاترین مقامات سوریه دست پیدا کرد، رفت باشون گپ زد، مهمونی میداد، با دختران سوریه ارتباط داشت، ولی به هر حال سرانجام سوری ها شناختنش. دستگاه استراق سم داشتن روبروی خونش، بعد بی سیمایی که برای اسرائیل میفرستاد کشف کردن و خیلی روشن گرفتن، محاکمش کردن و اعدامش کردن. که همین چندی پیش بر سر استرداد جنازش صحبت. شما در کجا میبینید؟ یا اون جاسوس مصری
که در اسرائیل رفت، تا کجا رفت؟ تا کجا رفت؟ به عنوان یک آژانس هواپیمایی کارش شروع کرد و اونجور اسرائیلی هم نتونستن بگیرن. و این مرد خدمات زیادی به مصر کرد. حالا یه خانوم اسرائیلی هم مثل این دفعه اول نیست. به این دقت کنید که این رژیم حفره های فراوان داره. اولش انسان های بی پرنسیبی هستن، زن که میبینن لب و لوشه شون آویزون میشه، آب آویزون میشه، شرشر میریزه زن. قیافاشون هم نگاه کنید، چون آدم های زشتی هستن. من حرفایی که شنیدم از سحر و ارتباطی که برقرار کرده بود با سعید امامی و کاظمی و بقیه و بقیه، علی خانی و الباقیشون، همینجا الان فکر کنید اینا رفتن سر فروهه رو بریدن، چی شد؟ چی شد؟ اون همه اتهام زدیم بهشون که اینا جاسوس اسرائیل بودن، از اسرائیل دستور میگرفتن. چرا الان آزادانه راست راست دارن راه میرن؟ جواد آزادم تو دفتر مقام معظمه، اون مردی که همسر سعید امامی رو با اون صورت وحشیانه شکنجه کرد که هر بار به مناسبتی چشمم به اون کلیپ میفته بدنم میلرزه. شوهرش قاتل بود ولی اون یه زن متدین بود. شما چرا بچهش خجالت نکشتید؟ به این زن گفتید تو با دخترت رابطه چجوری داشتی؟ خدایا خدایا من اصلا سرم سوت میکشم که این جانورا از کجا اومدن. اسلام ناب انقلابی محمدی گند بزنه بر اون اسلامتون، شما مسلمانی. الان شارمند گرفتن دارن محاکمش میکنن. خدا میدونه چه نقشه‌ای برای اون کشیدن، چه برنامه‌ای براش درست کردن. واقعا واقعا من تکون میخورم که اینا چه جامعه‌ای درست کردن. این جامعه ما چه شده؟ چه شده؟ ما در جهان بیغیرتی و در جهان جنایتکاران زندگی میکنیم. آخه چه جوری میشه؟ 5 عضو خانواده شامل 3 کودک در شهرستان انجیل در غرب افغانستان سر بریده شدن توسط طالبان. آخه این چه جهانیست؟ آقای جو بایدن در برابر جنایت روسیه و در برابر جنایت طالبان چرا خفقان گرفتن؟ دوستم به من میگفت علیرضا تو رو خدا قدر به امریکا حمله نکن. گفتم مسئله حمله به امریکا نیست، من امریکا رو خیلی هم دوست دارم. مسئله رئیس جمهورهایی است که آبروی امریکا رو بردن و پدر امریکا رو در آوردن. آخه آقای کارتر چه به جا گذاشت از امریکا؟ به نزدیکترین دوست امریکا محمد رضا شاه پهلوی چه کرد؟ زنده ها دکتر قاسم غنی یادداشتایی داره که از آمریکا یا برای دوستش در نیویورک میفرست یا واشنگتن یا به ایران میفرست. یادداشت واقعا خوندنیه. من این شخصیت رو یکی از بزرگترین شخصیت های ایران میدونم. همونجا دکتر غنی از پادشاه یاد میکنه، میگه اینا هر شطوری رو میرن در خونه پادشاه میخوابونن، ولی این نیست، او مقصر نیست، او علاقمنده که ایران سربلند باشه، سرفراز باشه. ولی هیئت حاکمه امروز علاقمندن که ایران ذلیل و بدبخت باشه. اینا هرگز سربلندی ایران رو نمیخوان، چون ایرانی فکر نمی کنن، چون ایرانی نیستن. اسمش میگه بله سید علی خامنه‌ای خوب ایرانی. نه نیست. شما اگر ایرانی بودی به این ذلت دست پوتین رو نمی بوسیدی. اینجور خفت و خاری رو در برابر پوتین نمی پذیرفتی. من واقعا متأثر میشم وقتی اینا رو می بینم، وقتی اعتبار کشورم به یادم میاد، جایگاه کشورم رو می بینم. واقعا اون قبل از انقلاب یه سفری که ما به بحرین رفتیم، چه جور از ما استقبال و پذیرایی شد بعد از استقلال بحرین. در امارات شیخ دبی چقدر به پادشاه علاقمند بود و به ایرانیان. واقعا من وقتی نگاه میکنم ما یه جایگاه دیگری داشتیم. دوست من آقای فقیهی که رئیس بیمه ایران در دبی
باور نمی کنی. با بالاترین مقامات اونجا چایی میخورد، ارتباط داشت، پیامهایی رو گاهی از پادشاه به اونا منتقل میکرد، گاهی از اونا پیامهایی داشت میآورد. آدم آزاده‌ای بود، آدمی بود که از جنوب ایران میومد. اون منطقه بسیار جالب و زیبایی است، منطقه‌ای در فارس که آدم وقتی نگاه میکنه چقدر مردان نازنین و زنان نازنینی دارن. فقیهی واقعا انسان برجسته است. من هیچ وقت یادم نمیره که در شرایطی پاشد رفت دو تا دانشگاه درست کرد تو شهرش. اهل سنت مسجد نداشتن، مسجد براشون درست کرد. آخه چه آدم بگه که این آدم ها رو ما داریم؟ اون وقت رژیم سر و کارش چیه؟ آقای جمشید شارمهد رو بگیره، در اون شرایط شکنجش بکنه و در اون شرایط محاکمش کنه، بدزدتش. رژیم جهل و جور و فساد آدمها رو میدزده. محمد خاتمی در چنگ ایناست، محمد خاتمی ابو وفا در چنگ این آدم کشانه. خدا بهش رحم بکنه، همسر مریضش، بچه هاش، همه همه آزرده و افسردن، واقعا آزرده و افسردن. یه کلام از مادر عروس بشنویم، جناب آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که حالا جلسه هم داشتن. ایشون فرمودن که بعد توییت نوشتن که کنش‌های مثبت و منفی کشور حاضر در مذاکرات وین با هدف تأمین منافع انجام می‌شود و قابل درک است. ایران در حال ارزیابی مؤلفه‌های جدید مؤثر بر مذاکرات. آقا جمع کن دکونه تو، این حرفا چیه میزنی؟ همه‌شون دو کلاس سواد گرفتن و یک دکترای علکی از دافوس و از دانشگاه امام حسین و شروع کردن از این حرفای گنده زدن. یک ریالی حرفاشون نمی‌ارزه، خدا شاهده. هیچ کدوم اینا با تفکر و اندیشه حرف نمی‌زنن، هیچ کدومشون با تأمل حرف نمی‌زنن. حرفاشون همه از سر بخار معده است. یادم نمیره این آقای شمخانی، زنده یاد تیمسار مدنی، محبت کرد، دعوت کرد ما بریم جنوب استانداری، بریم پایگاه نیروی دریایی. این آقای شمخانی یه دمپایی پاش بود، یه شلوار رنگ و رو رفته آمریکایی و یه بلوزم تنش بود، جلوی در استانداری با نعلین راه میرفت، یه هفتیر هم به کمرش بست. حالا ایشون دبیر شورای عالی امنیت ملی است. من واقعا گاهی فکر میکنم بابا بالاخره در این رژیم هم یه عده آدم یاد گرفتن، خوندن. شما ظریف رو ببینید خب چه جور حرف میزنه، و مقایسه کنید با امیر عبداللهیان. آقای امیر عبداللهیان هیچ چیز نمیدانم. آن کس که نداند که نداند که نداند، در جهل مرکب ابدالدهر بماند. این آقای امیر عبداللهیان. فرمانده سپاهشون آقای سلامی، جانور بی سوادی که واقعا نمیدونه چی میگه. من نگاه میکنم اون وقت با کینه و انتقام جعفری رو برداشته، عزیز جعفری رو برداشته. خیلی روشنه جعفری رو باید آقای خامنه بر می‌داشت. بعد از اون داستان کلیپ و اون نوار و بعد از اون فایل صوتی و معلوم بود باید ولش می‌داشتن. تردیدی نیست که به او دیگه نامحرم شده، او جز محارم خلیفه نبود، باید ولش می‌داشتن و ولش داشتن. منتها به من بگید چقدر وقت داریم؟ بله، خب به من میگن وقت ما تمام شده، پوزش میخوام ازتون. حرف بسیارم، لیست مطالبم که تیترشو گذاشتم هنوز تعدادی مانده. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده آفردان در پناه پروردگار عاشق.